خسته نباشی. خوبی پسرم، خوشگلم، استراحت کردی؟ آفرین بهتون که استراحت کردی. بچه ها، یکی از دوستاتون به من پیام داد، خب من آخر زنگ اینترنتم قطع شد، از کلاس خارج شدم. چی گفتی؟ گفتم برای توضیح میدم، با وایس براش توضیح دادم، ولی گفت میشه تو کلاسم توضیح بدی. بچه، بله پسر گلم، ما آخر زنگ ریاضی نتیجه گیری کردیم، گفتیم که ما امروز تفاوت ها و شباهت های شکل های هندسی مربع و مستطیل رو با همدیگه یاد گرفتیم. گفتیم مربع و مستطیل شباهتشون این بودش که هر دو چهار تا گوشه داشتن و چهار تا ضلع داشتن. شباهتشون هم این بود که مربع چهار تا ضلع هاش با هم مساوی هست، اما در مستطیل ضلع‌های روبرو با هم مساوی هست. پس چی شد؟ در تفاوت مربع و مستطیل این بود که در مربع چهار تا ضلع هاش با هم مساوی هستن، اما در مستطیل ضلع‌های روبرو با هم مساوی بودن. مثلثارم حتما گوشه هاشو بذارید توی کتاب. بچه ها، هر شکلی رو که ما تفاوت و شباهتش رو میخواییم پیدا بکنیم، چیکار کنید؟ گوشه هاشو با قرمز رنگ کنید که مشخص بشه چند تا گوشه داره. مثلث ها هم شباهتشون این بود که هر دوشون سه تا گوشه و سه تا لبه داشتن، ولی ضلع هاشون با هم دیگه، اندازه ضلع هاشون با هم دیگه فرق. بریم الان سراغ فارسی. فارسی نگارشمون، بچه ها، فارسی نگارشمون رو همه باز کنید. صفحه 38. مرسی ازتون. همه صفحه 38 رو بیارید. تا شما صفحه 38 رو میارید، من توضیح بدم برات. پسرای گلم، سوال یک صفحه 38 تکلیف بعد از ظهرمون هست. یعنی کلاس که تموم شد، غذا که خوردید، استراحت کردید، این قسمت بالا رو برای من می نویسید. گفته سه سطر بعدی رو از روی درس خوشخط و خانا بنویس. یعنی شما کتاب رو باز می کنی، از اون قسمتی که بهت گفته بنویسی سه خط خوشخط و تمیز برای من می نویسید. ولی قسمت های دیگر رو الان با کمک هم دیگه تو کلاس انجام می دیم. پس سوال یک برای چیه؟ تکلیف خونمونه. خوشقد و قشنگ از رو درس چوپان درستکار می نویسید. خب بریم سراغ سوال دوممون. من یه مقدار سوال این صفحه رو بزرگترش میکنم. بچه ها، سوال دوممون رو میخوایم با هم دیگه انجام بدیم. من هم میخوام، چون میخوام دوربیناتون رو باز کنم، پسرای گلم همه دقت کنید، من میارم اینجا میذارمش، این یه مقدار بذارید درستش بکنم که بتونیم بذاریمش کنار دستمون. آفرین. خب میاریمش اینجا. بله. خب حالا سوال دو گفته جمله ها را از روی درس کامل کن. یعنی شما کتاب فارسی بخانیمتونم بذارید کنار دستتون، دست چوپان درستکار رو بذارید. منم میخوام از شماها سوال کنم. باریکلا. آفرین. همه مداد قرمز سیاه، کتاب نگاره صفحه 38. آفرین. کتاب فارسی خواندارتون هم باز کنید، دست چوپان درستگاه. باریکلا. سوال دوم محمد حسن من از شماها میپرسم. باشه، من بلد نیستم که، شما باید به من یاد بدید. محمد حسن جان، میکروفونتو باز کردم پسرم، بازش کن. محمد حسن باز نمیشه؟ خب اشکال نداره، دوباره برات بازش میکنم پسر، هیچ اشکال نداره. آقای کیان جان، آقای علی مردانی. سلام به روی ماهت. خوبی پسرم؟ کی هستی؟ دوربینه تو باز کنم. من فرق نمیم. باش. خب
سوال دوم، دوربین تو باز کردم. سوال دوم، بخون این خطو برامون. نه نه، سوال دو گفته جمله ها رو از روی دست کامل کن. اولین جمله چیه؟ بخون. او آدم پیدا کردی؟ او آدم درستکاری بود. او آدم درستکاری بود. خط اول کتاب رو ببین، کتاب فارسی رو، فارسی خانداری تو بازه کتاب فارسی؟ نه. خب پس من میتونی الان کتابت کنار دستت هست؟ بله. خب میتونی برداری سری باز کنی؟ بله. بازش کن پسرم. آفرین. خب حالا حتی اول جملش رو پیدا کن. او آدم درستکاری نبود. آفرین، نبود. پس اینجا می نویسید نبود پسرا توی یه جای خالی. پس الان جمله رو می تونی کامل شده نوشتی شما نبود و ببینید او آدم درستکاری نبود. منم اینجا برای شما نوشتم. حالا یک بار جمله رو بخون. او آدم درستکاری نبود. مرسی، آفرین به شما، دست شما درد نکنه. متشکرم. او آدم درستکاری نبود. حالا جمله دوممون رو بچه ها، جمله دوم من ببینم. محمد حسن پسرم، محمد حسن عزیزم، پسر خوبم، باز نشد دوربینه میکروفونت، اشکال نداره. میدیم بچه ها، من دونه دونه ازتون سوال میکنم. آقای تاها میرزاده. تاها جان. تاها سلام. سلام عزیزم. دوربینه تو باز کنم؟ نه. خب شما جمله دومو بخون و برای من کامل کن. یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد. خب ادامش. باران شدیدی شروع به باریدن کرد. باری کلا. پس دونه دونه بگو که دوستات بنویسن. چی میگی؟ باران شدیدی. آفرین. باران شدیدی. آفرین. خب شروع به باریدن. باری کلا. شروع به باریدن. آفرین. کرد. باریدن کرد. متشکرم. خیلی خوب بود. آفرین به شما. مرسی. پس جمله رو یک بار دیگه برای دوستات میخونی؟ چی بود جمله؟ باران شدیدی شروع به باریدن کرد. آفرین. باران شدیدی. بچه ما آروم میگیم که شماها سریع بنویسید، از ما عقب نمونید. شروع به باریدن کرد. آفرین. به باریدن کرد. متشکرم از آقای پسر خوبمون آقای میرزاده. آفرین، خیلی خوب جواب دادی. بچه ها ببینید ما آروم از دوستاتون میپرسیم که بچه ها برامون شما ها بتونید بنویسید. متشکرم. پس جمله دومو گفت. یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد. ادامه جمله توی کتاب چی بود؟ باران شدیدی شروع به باریدن کرد. ممنون از شما. حالا میریم سراغ جمله سوممون. جمله سوممون رو پسرا همه با دقت انجام بدید که میپرسم. آقای عطا. عطا جان. آقای موسوی. آقای سلام عطا جون. خوبی عطا؟ سلام عزیزم. خوبی پسرم؟ دوربینه تو باز کنم؟ بله. خب جمله سومو
از روی کتاب بخونه به من بگو پسرم، باشه؟ یک روز خب چوپان گفت شنیده ای که میگویند خب قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ادامهش چی بود؟ میتونی بگی؟ یک بار دیگه برای دوستات بگو. خب اجازه بده، چوپان گفت شنیده ای که میگویند ادامهش چی بود؟ قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. از قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. باریکلا باریکلا، وانگهی دریا شود. مرسی از شما. پس بچه ها ببینید یک بار دیگه عطا میگه. عطا جون بگو، بگو پسرم. قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. آفرین. پس ادامه جمله این بود که چوپان گفت شنیده ای که میگویم. مرسی عطا جون، دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود. عطا گفت شنیده ای که، چوپان گفت شنیده ای که میگویند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. بچه ما آروم می نویسیم که همه با من تموم بکنیم، چون باید تو کلاس انجام بدیم. باشه پسرای خوبم. حالا بریم سوال سوم. گفته به هر کلمه ها اضافه کن و جمله بنویس. خب ما بریم سراغ آقای صفدیاری. روحام جون. روحام سلام. از خوبی سلام. خوبی عزیزم؟ بله. بهتر شدی؟ بله. دوربین تو باز کنم؟ هر جور دوست داری. من که دوست دارم، من از شما اجازه میدم. خب روحام جان سوال سوم. گفته به هر کلمه ها اضافه کن و جمله بنویس. خب اینجا چه کلمه داریم؟ اینجا کلمه. آره چی گفته؟ برامو چی نوشته؟ یه لحظه بایدون کتاب فارسی نگیم به کنارت نیم. فارسی نوشت داری؟ ما قراره با هم بنویسیم رو ما. همه با ما نمیدیسیم. باشه رو هم جون. من که اول گفتم بچه ها مدوداتون آماده کنید، کتاباتون رو باز کنید با من بنویسید. شما که تلویزیون نمیبینید که. خب سوال سوم. باز کردی صفحه 38 رو؟ آفرین به شما. خب بله. سوال سوم، اولین کلمه چیه؟ نوشته چی؟ سوال سوم. گل. گل. حالا گل اگه به اضافه ها بشه میشه چی؟ گل ها. باری کلا. شما بنویس با من. گل ها. گل به اضافه ها بشه گفته آفا بشه اضافه کن. چه کلمه من نوشتم الان؟ گل ها. باری کلا به تو پسر خوشگل. گل ها. خب حالا با گل ها یک جمله بسن. در مزرعه گل های زیادی وجود دارد. باری کلا. آفرین. این هم جمله خوبی بود. بچه جون من جمله ها رو نمیستی روحان که همین الان جمله تو بنویسی. روحان باشه خوش گلن. مرسی از شما. بچه جون جمله سازی رو چون خلاقیتیه من نمیتونم بگم حتما این جمله رو بنویسید. منم اینجا نمی نویسم این جمله رو، برای اینکه میخوام شماها خودتون با فکرتون جملتون رو بسازید. روحان گفت در مزرعه گلهای زیادی هست. شماها میتونید جمله خودتون رو بنویسید. پس ما اینجا گفته به هر کلمه ها اضافه کن و جمله بنویس. گل به اضافه ها میشه گلها. با گلها یک جمله بنویسید. حالا ببینم آقای کیان چه سوالی داره. کیان جان سوال داری پسرم؟ کیان؟ جونم؟ حدیثه که شما داری حل میکنی؟ خب
زده گل دو تا نقطه گذاشته، دوباره ما بعد گل بیاریم ما هم بزنیم بغلش. بله. درسته، من هم این کارو کردم. گل نوشته کنارش ها رو اضافه کن میشه گل ها، دوباره جلوش دو تا نقطه گذاشته جمله تو بنویس. باشه پسرم؟ بله. مرسی از شما، آفرین به شما. خب آقای نوروزی کسرا جان، شما چه سوالی داری پسرم؟ دارم. چه سوالی داری؟ شما گفتید گلها، خب؟ بله. ولی روحان گفت گلهایه. آره. آره، اب نداره. میتونید یه هم اضافه کنیم تو جمله. ولی اضافه نکنید بهتر. مرسی. دست شما درده. اضافه نشه گل، بچه ها با خود گلها جمله ساخته بشه خیلی عالی تر میشه. ولی روحان یه اضافه کرده، ما میتونیم خیلی جمله بسازیم با گلها پسرای گلم. باشه؟ خب میریم سراغ امیر حسین. امیر حسین جون، آقای فراهانی، آقای فراهانی سلام. خوبی سنتی؟ سلام عزیزم، خوبی پسرم؟ بله. دوربین شما رو باز کنم؟ هر دو خودتون خواستی. من باز میکنم برای امیر حسین. خب شکاف. بله. کلمه دومی چیه؟ کلمه دومی کتاب. حالا کتاب به اضافه ها بشه میشه چه کلمه ای؟ کتاب ها. کتاب ها، آفرین. پس می نویسید چی؟ کتاب ها. باری چلا، آفرین. پس اینجا می نویسید اول کتاب ها. خب کتاب ها درسته، نوشتید همه؟ من اضافه ها میشه کتاب ها. خب بنویسید کتاب ها. خب حالا امیر حسین شما با کتاب ها یک جمله بساز. کتاب ها دوست ما هستند. بله، این هم جمله خوبیه، آفرین به شما، مرسی. پس بچه ها جمله تون رو خودتون بسازید. امیر حسین گفت کتاب ها دوست ما هستن. حالا شما ها جمله هاتون رو بسازید، من ببینم چه جمله های خوشگلی میسازید. آرمین، آرمین جون، آقای آرمین خان سلام. سلام خانم. دوربینه تو باز کنم؟ نه. خب کلمه بعدی چیه پسرم؟ قطره. قطره، خب حالا قطره شما به من بگو که اگر هابش اضافه کنیم چی میشه؟ قطره ها. آفرین، قطره ها، باریکلا. ما من ببخشید اینو پاک کرده بودم، اجازه بدید بذارم سر جاش. پس یک بار دیگه برای دوستات بگو، قطره به اضافه ها میشه چی؟ قطره ها. قطره ها. خب حالا شما با قطره ها یک جمله بگو. میگی؟ با قطره ها. حالا یه همش اضافه میتونی بکنی، اشکالی نداره. با قطره ها یک جمله بگو. در باران قطره های زیادی وجود دارد. باریکلا، قطره های باران صدای خوبی دارد. این هم درسته. پس قطره های باران صدای خوبی دارد. اون نمیتونیم اون جمله تو زیاد تاکید بکنی، بازم میتونی فکر کنی یک جمله قشنگتر هم بنویسی. باشه آربین جون، مرسی باید. از شما، دست شما هم درد نکنه. خب من ببینم کیاشا چه سوالی داره. کیاشا جان سوال داری پسرم؟ کیاشا با گلها یه دونه کرنگ دونه جمله درست کنم. بله بگو ببینم چه جمله میخوای درست کنی. بگو عزیزم. گلها یاد شهیدا شهدا می اندازند. یه بار دیگه بگو. گلها من را یاد شهدا می اندازد. درسته؟ می اندازد. مرسی، دست شما درد نکنه، این هم خوب بود. حالا آقای مرشاد. مرشاد جان شما سوال داری؟ بله خانم. جانم
منم میخوام یه جمله بگم. بگو عزیزم. خیلی از قطره. آفرین. قطره ها کوچک هستن. این هم درسته. باریکلا. قطره ها کوچک هستن. حالا آقای پسرای گل من. اجازه بدید که من ببینم. علی سینا جون شما سوال داری عزیزم؟ خانم منم میخوام جمله بگم از قطره. قطره به اضافه ها میشه قطره ها. بفرمایید. دریا از قطره ها به وجود می آید. قطره بله اونم درست میشه. تو ضرب المثل اونم هست. مرسی از شما. آقای ماهان. ماهان جون. ماهان. ماهان. سلام عزیزم. خوبی؟ من میدونم یه جمله از گوسفندان بگم. ما که الان گوسفندان اینجا نداریم که. میتونی با کتاب ها جمله بگی؟ با کتاب ها. کتاب ها دوست خوب بچه ها و بزرگترها هستند. عالی بود. آفرین به شما. ممنون ازت که اینقدر جمله قشنگ بود. باری چه ردی ها شما چه سوالی داری؟ کتاب ها جمله بسازم. بسازم. کتاب های بسیار زیادی در کتابخانه هستن. باری کلا. آفرین. خیلی خوب دارید جمله هاتون رو میسازید. آفرین به شما ها پسرای گلم. حالا بریم قسمت سوال چهار رو میخوام ازتون بپرسم. گفتم فرض کن به خانه دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش یک یادداشت بنویس. خب من اینجا میخوام از آقای مصدق سوال کنم. آقای روحان. روحان جان آفرین. خب روحان جان. آقای مصدق. من دوربین رو باز کردم با میکروفونه. روها. بله. سلام عزیزم. روز شما بخیر. روها جون شما سوال چهار رو جواب بده. فرض کن به خانه یه دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش یک یادداشت بنویس. چه یادداشتی میگی؟ می نویسم سلام دوستم. من سلام دوستم. من آمدم خانه نبودی. دوست داشتم تو را ببینم. با خب صدات قد شد؟ نه. بله؟ صدات قد و وصل میشه. یک بار دیگه بخون. سلام دوستم. من آمدم خانه نبودی. دوست داشتم تو را ببینم و از احوالت با خبر شدم. دوستت دارم. دوست من. باریکلا. خیلی قشنگ بود. آفرین به شما. احسن به شما. مرسی. خب آقای صدرایی. رادین جان. سلام. سلام. من یه ریاضی هم برات باز کردم. نتونستی میکروفونتو باز کنم. آره اب نداره. حالا شما سوال چهار رو به من بگو. فرض کن به خانه یه دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش یک یادداشت بگو. چه یاد داشتی میگی؟ دوست عزیزم من داد من به خانه آمدم نبودی. ناراحت شدم. دلم برای تنگ شده بود. باریکلا. مرسی. آفرین به پسران زرنگ خودم. حالا آقای سپنتا. سپنتا جان. آقای سپنتا سفری. سریع‌تر سپنتا جون. باریکلا. من دوست دارم الان همه با من بنویسید. سپنتا.
باریکلا سپند تا جان میکروفونتو باز کردم سپند تا میتونی صحبت کنی؟ سپند تا جان سلام عزیزم دوربینتو باز کنم؟ نه خب سپند تا شما به من بگو فرض کن به خانه دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است برایش یک یاد داشت بگو یا بنویس چه یاد داشتی می نویسی؟ من می نویسم من آمدم شما نبودید دلم براتون تنگ شده بود کجا بودید؟ مرسی اینم خوب بود آفرین پس بچه ها اینها باید از فکر خودتون باشه نوشتن جمله هاش جمله های خوشگل برام می نویسید قسمت بالای صفحه 38 هم کامل می کنید برام می فرستید باشه به سرای گلم عکسشو خب بریم سراغ فارسی به خانیممون این قسمت رو ما آروم گفتیم تا شماها کامل کنید الان که کامل کردید دیگه همه نوشتید اون قسمت پایین رو بچه ها سوال 4 رو که فرض کن به خانه دوستت رفته بودی ولی او در خانه نبود و براش یک یاد داشت بنویسید الان میتونید بنویسید تو فاصله که من میخوام چیکار کنم برم سراغ درس بعدیمون بچه ها فارسی بخوانید همه درس چوپان درستکار رو بیارید باریکلا همه بیارن آفرین بهتون همه چوپان درستکار رو آوردید خب اونایی که من میگم دونه دونه میکروفوناشون رو باز میکنن برام میخونن بچه هایی که هنوز این زن جواب ندادن آقای سپر جان آقای باغبانزاده آفرین سپرم از بالای دست شروع به خوندن کن سلام سپر سلام خانوم سلام خانوم بله شما خوبین؟ بخونش بذارم در چوپان درستکار روزی بود و روزگاری مردی بود که گوسفندان زیادی داشت او آدم درستکاری نبود اما چوپانی داشت که از گوسفندهای او نگهداری میکرد مرد درستکار و راستگویی بود چوپان هر روز شیر گوسفندان را می دوشید و به خانه صاحب گوسفندها می برد. او هم آب در آن می ریخت و شیر را دو برابر می کرد و به مردم می فروخت. کافیه؟ مرسی از شما. من یه سوال از کلمه هم معنی بمیرد. درستکار یعنی چی؟ کسی که کار درستی میکنه. زیاد یعنی چی؟ یعنی خیلی. آفرین ممنونم. آقای پسر گل من، آقای مهدیار جان. از ادامه درس بخون چوپان هر بار او را نصیحت میکرد و میگفت این کار درست نیست اما او به حرفهای چوپان خب و میگفت تو چوپانی ات را بکن و مزدت را بگیر یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد مرسی از شما الان کلمات هم معنی رو به من بگو پسر گلم لبخند یعنی چی؟ لبخند خنده بله تبسم لبخند خب شروع یعنی چی؟ آغاز ناچار یعنی چی؟ میگی من ناچار هستم ناگزینه بله ناگزیر مجبور ناگزیر آفرین درسته ممنون از شما بچه ها دستاشونو گرفتن بالا من نمیدونم چی کار دارن اجازه بدید سوال کنم
خب پسرای گلم هر کدوم سوال دارید دستتون بالا باشه ها. محمد حسن سوال داری؟ پسرم محمد حسن دور سلام عزیز. بله صدات میاد، اون موقع باز نمیشد میکروفونه خانم. آخه من میکروفونم قفل شده بود. اشکال نداره پسرم، الان از روی درس برام بخون قسمت دوم درسه. میدونی که چوپان برای نجات خود؟ بله بخون. چوپان برای نجات خود بالای درختی رفت، اما سیل همه گوسفندان را با خود برد. چوپان نتوانست هیچ کاری بکند، ناچار پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت سیل گوسفندهای تو را برد. من گفت من باور نمی کنم، آخر این همه آب ناگهان از کجا آمده؟ چوپان گفت محمد حسن میتونی به من بگی وانگهی یعنی چی؟ یعنی پس از آن. بله ناگهان پس از آن، باریکلا. خب شما به من بگو که چرا یعنی چی؟ چرا یعنی محل چریدن گوسفندان و حیوانات. آفرین به شما باریکلا، ممنونم. آقای صدرایی سوال داری پسرم؟ آقای صدرایی بچه ها دستتون بالاست، من میکروفونتون باز میکنم بگید سوال دارید یا نه. سوال داری آقای صدرایی؟ خب مثل میکروفونش باز نمیشه. خب پسرای گل من، آقای علی سینا سوال داری پسرم؟ خانم من شعر احوال پرسی و حفظ کردم. بله در ذهنم هست که بچه ها شعرها رو حفظ کردن. الان دستاتون پایین باشه، یک سری از بچه ها رو امروز شعرشون رو میپرسن، یک سری از بچه ها رو فردا. الان اجازه بدید یک بار از دو درس بخونیم، بعد من یک کلمات مخالف درستم بگم بریم سراغ شعر. باشه پسر گلم؟ باشه. مرسی از شما. من الان از دستاتون میارم پایین که میدونم همینجوری بالا مونده. آفرین بهتون پسر خوبم. آقای آریا، آریا جان، آقای عزتی، باریکالله. آریا جون ادامه درس رو بخون پسرم. آریا سلام خانم دولتی. سلام عزیزم، ادامه دوربینت هم باز کردم، ادامه درس تو بخون. چشم. مرد گفت من باور نمی کنم، آخر این همه آب از ناگهان از کجا آمده است؟ چوپان گفت شنیده ای که می گویم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود؟ این سیل همان آبهایی است که تو در شیرها در شیر می ریختی و به مردم می فروختی. مرد با شنیدن این حرفای چوپان به طرف فرو رفت. آفرین. حالا شما به من بگو قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود یعنی چی؟ یعنی کارای خوب و بعد ما یه جا جمع میشه، بعدم یک بار جوابشو به همون پادر جوابشو میگیریم. آفرین به شما، مرسی. باری کلا قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یعنی اندک اندک کم کم کارهای خوب و بد ما با هم جمع میشه و یک بار ما نتیجه اونو میبینیم. پسرای گلم ما از درس خوندیم، الان میخوایم بریم سراغ کلمات. بچه کلمات هم معنی رو براتون گذاشته بودم، حتما امشب تمرین کنید. فردا هم کلمات هم معنی رو میپرسم هم مخالف. کلمات هم معنیمون این بودش که نصیحت یعنی پند، اندر، درستکار، کسی که کار درست میکند، امین، ناگهان، یک دفعه، ناچار، ناگزیر، شروع، آغاز، چرا، محل چریدن گوسفندان و حیوانات، سیل، باران شدید، وانگهی یعنی پس از آن، مزد یعنی پاداش، نگهداری یعنی مراقبت، مواظبت، محافظت، زیاد یعنی بسیار، پیش یعنی نزد، کنار. میگی من
پیش مادرم هستم، یعنی کنار مادرم هستم، نزد مادرم هستم. حرف یعنی سخن. حالا بریم سراغ بچه‌ها. میخوایم امروز با هم کلمات مخالف رو بخونیم. کلمات مخالف درس چوپان درستگاه. من میدونم همتون بلدی، ولی یک بار من اینجا میخونم که کامل بلد بشید. زیاد، کم، بالا، پایین، مخالف بشه، یعنی برعکس بشه. شدید، آرام، یواش، هر شب، هر روز، میفروخت، میخرید، راستگو، دروغگو، لبخند، اخم، زیبا، زشت، جدید، قدیم، مرتب، نامرتب، منظم، نامنظم، رفت، آمد، سیاه، سفید، چپ، راست، نشست، ایستاد، میریخ، نمیریخ. خب من میدونم اینو همتون بلدید شما، چون همتون بلدید پسرای گلم ازتون چند تا سوال میپرسم و میریم سراغ شعرمون. خب از بچه‌هایی که هنوز سوال نکردم میخوام الان سوال بپرسم. پسرای خوبم دقت بکنید، همه الان سوال میپرسم از پسرا. آقای قربانیان، اما ببینم آقای کامرانی چه سوالی داره. رادین جان سوال داری پسرم؟ امیر جان من میتونم شعر رو بخونم؟ بله بعد از اون حتما میخونم. چشم. آقای قربانیان، رادین جون، بچه ها لطفا همه سریع توی کلاس باشید، کارا رو با من تو کلاس انجام بدید. بعدش که کاراتون بمونه اگه تو کلاس انجام ندید روی هم میمونه، نمیتونید، خسته میشید. رادین جون، آقای قربانیان، پسرم، خب مثل که رفت بیرون. آقای ظاهری، آقای ظاهری، تاها جان، تاها، سلام عزیزم، خوبی؟ خب من ازت کلمات مخالف رو میخوام بپرسم، باشه؟ زیاد، کم، درست، نادرست، بالا، پایین، راست بو، راست بو، چی؟ دروغو. آفرین دروغو. هر شب، هر روز، شدید، آرام، میفروخت، نمیفروخت، نمیفروخت میشه، میخریدم میشه، درسته؟ میفروخت هم میتونیم بگیم، نمیفروخت هم میتونیم بگیم، میخرید. خب پس میفروخت میشه، نمیفروختم میشه و میخرید. زیبا، زشت، جدید، قدیمی، پیر، جوان، پیر، جوان، جوان. مرسی ازت، دست درد نکنه. خب حالا آقایونی که اسمشون رو میگم، آقای میرزاده، آقای تاها میرزاده، پسرم، تاها جان دوربینتو باز کنم؟ نه. خب چه رو بخون برامون؟ بداب خدا احوال پرسی، پرواده از گل احوال پرسید، گل گفت خوبم، پرواده خدید، گل بازتر شد، باداز خوابید، پرواده دارش آرام رقصید. شاعرش کی بود؟ شاعر شعرمون حتما بگید. محبون کیانوش. آفرین به شما، مرسی، باریکلا. آقای علی سینا بخونه. علی سینا. بله خانم. شعرتو بخون. میشه دوربینم هم باز کنی؟ بله چشم، بفرمایید. پروانه از گل احوال پرسید، گل گفت خوبم، پروانه خندید، گل بازتر شد، باناز خوابید، پروانه دورش آرام رقصید. محمود کیانوش. آفرین، خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه، مرسی.
آقای کیاشا. کیاشا جان شما میخوای بخونی پسرم؟ جانم میخوای بخونی؟ بله. خب بخونش. پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل باز نشد، با ناز خوابید. پروانه دورش آرام رقصید. محمود کیانوش. آفرین، شاعرش محمود کیانوش. مرسی از شما. آفرین. خب آقای پسر گلمون آقای کامرانی. امیرعلی جان شعر رو میخونی؟ بله. میخون پسرم. احوال پرسید. پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. نه خیلی. خب پس بخون. احوال پرسید. پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل با سر شد، با ناز خوابید. پروانه دورش آرام رسید. محمود کیانوش. احسنت به شما. آفرین. خیلی خوب بود. باریکلا. آقای آروین. آروین جان. آروین. میخوای بخونی؟ بله. بخون. احوال پرسید. پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل بازتر شد، با ناز خوابید. پروانه دورش آرام رقصید. محمود کیانوش. آفرین، عالی بود. آفرین به شما. آقای صدرایی. آقای صدرایی. رادین جون. رادین. سلام. سلام. میخونی برامون؟ بله. پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل باز در شد، با ناز خوابید. باریکلا. آفرین. خیلی شاعره رخصید. محمود کیانوش. مرسی. دست شما هم درد نکنه. متشکرم. آقای مهرشاد. مهرشاد جان. بله خانم. بخون عزیزم. دوربین تو باز کنم. بله. خب سریعتر. پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل بازتر شد، با ناز خوابید. پروانه دورش آرام رقصید. مرسی. محمود کیانوش. متشکرم. خیلی خوب بود. آفرین. پارسا. آقای پارسا جان. پارسا. بخون بخون. بخون. پروانه گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل با سر شد، با ناز خوابید. پروانه دورش آرام رقصید. ممنون. متشکرم. دست شما درد نکنه. خیلی خوب بود. محمد حسن. محمد حسن. پسرم. خانم. بینه تو باز کنم. بله. خب. سریع تر میخونی خوش گلم. چش. بخون. پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل بازتر شد، با ناز خوابید. پروانه دورش آرام رقصید. باریکلا. محمود کیانوش. متشکرم. خیلی خوب با احساس میکنید. باریکلا. آقای کسرا. کسرا جان. کسرا. آقای کسرا. خب. احوال پرسی.
پروانه از گل احوال پرسید. گل گفت خوبم. پروانه خندید. گل بازتر شد. با ناز خوابید. پروانه دورش آرام رخشید. رخشید. محمود کیانوش. ممنون. عالی. متشکرم. آقای آرتین. آرتین جون. آرتین. آرتین. آقای آرتین پیشبین. پسرم باز نمیشه میکروفونه؟ خب اشکال نداره. بچه ها جونم دیگه الان چون زنگ تفریحتون هست بقیه شماها شعرتون رو فردا زنگ فارسی بخونید. باشه پسرای گلم؟ میدونم همتون حفظ کردید. مرسی از همتون که انقدر پسرای خوبی هم بودید. باری کلا بهتون. همه درستاتون رو عالی یاد میگیرید. خدا قوت به همتون. خیلی دوستتون دارم. الان استراحت کنید. زنگ بعدی کار و تمرین علومتون رو بیارید. و کتاب علومتون رو میخواییم با هم کار و تمرین انجام بدید. الان استراحت کنید تا زنگ بعدی. فردا اون بقیهی که شعر احوال پرسی رو نخوندن فردا زنگ فارسی حتما از اون بقیه سوال میکنید. مرسی ازتون.